دشمنانی هستند، در این معادله که دوست نما هستند، ما پی میبریم چگونه در کنار یکدیگر قرار میگیرن، یک موازنه رو میتونن از نظر سیاسی ایجاد بکنن. ولی به هر حال آنچه که از نظرات ماکیاولی هم بخوایم بگیم، هیچ متحدی ابدی نیست و هیچ دشمنی نیست همیشگی نمیتونه باشه. از این رو منافع ملی ایران آن هست که به هر حال ایجاب میکنه که چگونه 8 میلیونی که در خارج از کشور هستند در کنار یکدیگر قرار میگیرن، حالا چه از نظر وظایفی که به عهده میتونن داشته باشن، چه از نظر آنچه که گفته شده اپوزیسیونی که به هر حال سلب مسئولیت نمیکنه و آنچه که در حال حاضر داره میگذره در رسانه ها، در از آنچه که از تونل زمان من و تو ما باید بیرون بیایم و کنشگران سیاسی رو بتونیم بهتر بشناسیم و پشتوانه مالی رو که 8 میلیون هستیم 1 دلار در یک روز نیست بگذاریم، ما میتونیم بهترین رسانه ها رو در کنار یکدیگر داشته باشیم که اپوزیسیون راستی باشن. ولی آنچه که در حال حاضر داره میگذره، یعنی دشمن من دوست منه در اصل اسرائیل هست که با یک دشمن که ایرانیان و اوکراینی ها و اسرائیلی ها در کنار یکدیگر میتونن قرار بگیرن و سه پرچم رو برافرازند، میتونن دشمن مشترک داشتن. همینطور که دو قدرت بزرگ رقیب آمریکا و شوروی در جنگ جهانی دوم برای نابودی دشمن مشترک اون که آلمان نازی بود دست به دست یکدیگر دادن. با سپاس. بله، مرسی، متشکرم آقای رحیمی.